سرخط خبرها اصرار عراق بر استفاده از یک نام جعلی برای خلیج فارس تهران پیام را دریافت کرد خطراتی که یک ایران تنها را تهدید می کند. سلام و درود به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. اصرار عراق بر استفاده از یک نام جعلی برای خلیج فارس تهران پیام را دریافت کرد خطراتی که یک ایران تنها را تهدید کند. همزمان با برگزاری 25 مین دوره بازی های کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در عراق که با نام جعلی بازی های کشورهای خلیج این ر به آغاز شد مقامات عراقی نیز در پیام هایی که به مناسبت این بازی صادر کردند بر استفاده از این نام جعلی اصرار ورزیدند تاکید و تصریح مقامات عراقی در استفاده از این واژه جلی به حدی بود که به نظر می رسید با یک هدف مشخص صورت گرفته است آنچه رخ داد حاوی یک پیام و یک هشدار مهم بود مخاطب اصلی پیامی که مخاطب اصلی پیامی که از طرف عراق صادر شد ایران و سپس بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی بود اما هشدار آن لزوما از طرف عراق نبود بلکه تلنگری بود که رفتار این کشور به ایران زد تا واقعیات منطقه‌ای و بین‌المللی را با نگاه دقیق پیگیری کند مقتدی سعد روحانی پرنفوز عراقی که اخیرا موازه و اقدامات ضد ایرانی و افزایش یافته است در تویتی که برای خوشامدگویی به تیم شرکت کننده در این بازی ها منتشر کرده بود نوشت بسم ای تعالی محضر میهمانان عرب بزرگوار از کشورهای خلیج عربی به شما در سرزمین عراق سرزمین اولیا و صالحین خوشامد میگویم محمد شیع السودانی نخست وزیر عراق هم در بیانیه‌ای که برای شروع به کار این بازی ها منتشر کرد از عبارت مجهول خریج عین ربی استفاده کرد انتشار تمرهای پستی ویژه با نام جلی خلیج عین ر هم موضوعی بود که دامنه اقدامات تحریف آمیزانها را افزایش داد و واکنش های انتقادی زیادی را در داخل ایران موجب شد مقامات دولت سیزدهم هم همانطور که نسبت به موضع رئیس جمهور چین در مورد جزایر سگانه دوچار شگفتی شدند آمادگی چنین اظهارات سریحی از طرف عراقی را هم نداشتند مخصوصا اینکه مقامات عراقی مجددا بر مواضع اولیه خود اصرار کردند هستند. وزیر عراق هم در سفری که با آلمان داشت در گفتگو با دوویچه وله مواضع خود را تکرار کرد و گفت کشورهای خلیج عین ر یک واقعیت است وی با اشاره به اعتراض ایران ادامه داد که نمیخواهیم وارد این درگیری شویم زیرا عدهای به دنبال جنجال هستند این اظهارات اعتراض رسمی وزارت خارجه ایران را به دنبال داشت امیر عبداللهیان وزیر خارجه بیان کرد که با احضار سفیر عراق مراتب اعتراض و ناخشنودی ایران را از این اقدام آنها اعلام کرده است با این حال سوال مهم این است که عراق با تاکید بر این موازه نامناسب به دنبال انتقال چه پیامی است و چه هدفی را دنبال می‌کند؟ عراق چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی نیازمند نمایش اثبات و استقلال سیاسی خود است تا بتواند نقش تاریخی خودش را آنچنان که عراقی ها میپندارند ایفا کند ایران به عنوان یکی از کشورهای منطقه که دارای نفوذ زیادی در عراق است به خاطر نگاه تکبودی ارزشی ایدئولوژیک به مسائل عراق و نیز بر اثر تبلیغات گسترده که از طریق گروههای عراقی مخالف ایران و مهمتر از آن رسانه های عربی و غربی انجام شده تصویر غیر سازنده و ثبات زده از ایران در ذهنیت نخبگان و بخش زیادی از مردم عراق برساخته شده است. گویی ایران در حال بلیده ای عراق است و تمام مشکلات این کشور از ایران ناشی می شود. در حالی که بقای دولت عراق حتی در معنای کلیان مدیون کمک های ایران است. در هر صورت این مسائل باعث شده تا تمام گروه های عراقی برای اثبات میهن دوستی و نمایش استقلال سیاسی عراق فاصله خود را با کشورهای خارجی و به طور خاص ایران نشان دهند این موضوع در مورد آقای شیا السودانی که از متحدان ایران محسوب می شود به خوبی نمود یافته است بنابراین موضع گیری اخیر مقامات عراقی دارای این پیام بود که اولویت اصلی عراق در روابط خارجی و شرکت در اعتلافها و همکاری با کشورهای منطقه را هویت عربی این کشور تعیین میکند به عبارت دقیقتر دولت عراق خود را بخشی از اعتلاف ارزش ایدئولوژیکی که تحت عنوان محور مقاومت وجود دارد تعریف نمی کند. جدا از آنچه گفته شد فشار تحریم ها و اجماع جهانی که علیه ایران در حال تکمیل است هم تاثیر منفی قابل ملاحظه در تقویت رابطه دو کشور داشته است. البته باید دقت کنیم که در مورد فاصله گرفتن عراق از ایران نباید بیش از حد اغراق کرد جدا از نفوذ زیادی که ایران در بین گروه های عراقی دارد پیوندهای تاریخی اجتماعی و مذهبی بین دو کشور بگونه ای است که هیچ دولتی نمیتواند نسبت به آن بیتوجه باشد با این حال سیاست اصلی دولت عراق که به مرور از سال 2016 در پیش گرفته است بر این اساس بنا شده تا این کشور با در پیش گرفتن یک سیاست خارجی متوازن جایگاه تاریخی و موقعیت ژئوپلیتیکی خود را احیا کند یکی از مهمترین ارکان موفقیت این سیاست اثبات و نشان دادن استقلال سیاسی از کشورهای خارجی به خصوص ایران است به همین دلیل به سبب بدبینی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نسبت به ایران عراق تلاش مضاعفی را برای ترسیم چهره جدید از خود نزد آنان آغاز کرده است همانطور که این سیاست دولت عراق برای آمریکا و دولت‌های غربی هم با اهمیت است. رفتار دولت عراق بار دیگر به ما اثبات می‌کند که در سیاست خارجی خود باید روابط با دولت‌ها را مقدم بر روابط با گروه‌ها و ملت‌ها بدانیم. همچنین در مورد خود عراق هم باید این واقعیت را برای همیشه بپذیریم که با وجود تمام اشتراکات فرهنگی و مذهبی که با مردم عراق داریم، ولی دو کشور یک تاریخ طولانی آمیخته با مشکلات و پر از تنش‌های مرزی هستند. باید درک کنیم که اگر چراغ می‌تواند برای ما یک شریک مهم باشد ولی متحد استراتژیکی که مخصوصا ان انتظار دنبال روی از آنها داشته باشیم نخواهد بود بلکه در بهترین حالت یک رقیب منطقه‌ای با پتانسیل همکاری بسیار بال است اما استفاده از نام جعلی خلیج عربی به جای اسم اصلی و تاریخی خلیج فارس یک هشدار مهم هم به ما می دهد. آن هشدار این است که موجودیتی به اسم ایران که ریشه تاریخی هزاران ساله دارد به دلیل شیوه نامسلوب حکمرانی در داخل و سیاست خارجی تکبودی و غیر متوازن تنها تر از قبل شده و محاصره آن در سطح بین المللی و منطقه‌ای در حال تکمیل است. این وضعیت خطرات ویژه‌ای برای کشور به دنبال دارد که در صورت ادامه روند کنونی عباد ابعاد و دامنیان آن گسترده تر خواهد شد مهمترین و فوریترین اقدام برای گذر از شرایط فعلی بهبود روابط دولت ملت در سطح داخلی و جلوگیری از مرگ غریب الوقع برجام و احیای آن برای رهایی از تحریم و انزوای بیشتر بینون مللی در سطح خارجی است.